روز جمعه و پس از اینکه اخبار مربوط حمله اسرائیل به بیروت منتشر شد، برخی از مطبوعات آمریکایی اشاره کردن به اینکه هدف این حمله حسن نصرالله بوده از رهبر حزب الله، و بعد هم این حمله گفته شد که نتوانست از موفق شد اسرائیل کرد حسن نصرالله رو در واقع به قتل برساند. با این حال در نیویورک در سازمان ملل متحد سوال های زیادی داشتن خبرنگاران برای سفیر اسرائیل، کنفرانس خبری رو برگزار کرد سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد پس از این حمله. سوال های زیادی پرسیده شد در مورد که کی این تصمیم گرفته شده است. آیا بنیامین نتانیاهو در حالی که داشته سخنرانی مجمع عمومی انجام میداده همونجا طراحی این حمله رو داشتن میکردن یا همونجا داشتن دستورش رو میدادن؟ سوالایی بود که بیشترش رو بی‌پاسخ گذاشت. ایران اینترنشنال هم سوال پرسید از سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد. من از ایشون پرسیدم که آقای نتانیاهو در سخنرانی خودش در سازمان ملل متحد عنوان کرده بود که اسرائیل قابلیت این رو داره که به هر نقطه از ایران دسترسی پیدا کنه. اگر جمهوری اسلامی حمله کند به اسرائیل، ایشون تهدید کرد که هیچ جای ایران از تیررس اسرائیل به دور نیست. از ایشون پرسیدم دولت بایدن نمیخواهد این جنگ سرایت پیدا کند به بقیه خاورمیانه، و سوال این است که آیا اسرائیل فکر میکند توانایی کافی برای حمله به ایران بدون کمک ایالات متحده رو دارد؟ ایشون گفت اسرائیل هیچ وقت نگفته است میخواهد به ایران حمله کند به طور مستقیم، بلکه در پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، و به نوعی در واقع پاسخ هم نداد که آیا بدون کمک ایالات متحده اسرائیل توانایی حمله به هر نقطه ای از ایران رو دارد یا خیر. با این حال فعلا خبرها در مورد حمله به بیروت در حال تکمیل شدن است و هر لحظه از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها آمارهای جدیدی به گوش می‌رسد. آرش علایی، مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک.